یکی از پرتکرارترین سوالی که شما از من میپرسید اینه که آقا ما چطوری ماهی پرورش بدیم و چه ماهیایی میتونیم تکثیر کنیم داخل خونه اونم. تو این ویدیو بهتون کاملا توضیح میدم. سلام دوستان، فرزاد هستم، دفعه که به کانال یوتیوب من خوش اومدید. آقا بچه ها متوجه شدم که دوستان تو خونه هاشون خب ماهیاشون رو تکثیر کنن و خب یه عشق و حال دیگه ای داره تکثیر ماهی و پنجره باد داره میاد. یه عشق و حال دیگه ای داره تکثیر ماهی و خیلی دوست دارن تو خونه از ماهیاشون خوب نگهداری کنن و تکثیرش کنن و تکثیر عملا نماد اینه که یه ماهی و یه آکوارم تو بهترین شرایط خودش هستش، چون اگه تو بهترین شرایط نباشه هیچ وقت ماهی تکثیر نمیشه. حالا میخوام تو این ویدیو بهتون بگم چه ماهیایی بهترین انتخاب هستن برای شروع تکثیر، چون میدونید تکثیر ماهی با توجه به حالا اون معجزیستی که ماهی داره و اون حالا رفتاری که ماهی داره و شرایط آبی که نیاز داره متفاوته، ولی امروز یه تعداد از راحت ترین ماهی‌ها که میتونید تکثیر کنید رو بهتون میگم. از راحت به سخت میریم، یعنی الان این اولی که میخوام بگم راحت‌تره، هی سخت‌تر 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 میشه و آخرش نسبت به بقیه سخت‌تره. بریم و من توضیحاتی که در مورد تکثیر ماهی وجود داره بهتون میگم. اولین سری ماهی که شما خیلی راحت میتونید تکثیرشون کنید تمام ماهی های لایف بر، اگه اشتباه نکنم، یعنی ماهی های زنده‌زا هستن که میتونید شما پلاتی در نظر بگیرید، میتونید دوم شمشیری در نظر بگیرید، مولی در نظر بگیرید، گوپیو در نظر بگیرید و هافبیک هم میتونید توشون حساب کنید. این ماهی بچه‌ها، این ماهی که بهتون گفتم همشون زنده‌زا، یعنی برخلاف خیلی از ماهی که تخم میذارن، ماده باید تخم بذاره، نر باید تخم رو بارور کنه بعد هش بشن، این داستانا نه، اینا یه جفتگیری دارن و معمولا با یه جفتگیری تا سه بار ماده اسپرمو ذخیره میکنه و میتونه بدون نرم بچه داشته باشه. یعنی شما مثلا خیلی ها گفتن ما گوپی داریم نر نداره، ولی مثلا هر ما داره میذاره تا سه بار میتونه اون اسپرمو ذخیره کنه و مجددا بچه به دنیا بیاره و ماهی هم یک بار این کارو میکنن. توی اینایی که بهتون گفتم شرط تکثیرشون خیلی راحته، فقط به ازای هر یه نر سه تا ماده باشه، یعنی اصولیش اینه، چون یه نر یه ماده، یعنی مثلا سه تا نر سه تا ماده، نران خیلی به ماده استرس وارد میکنن و ترجیحاً یه نر سه تا ماده و شرط آکوارون خوب باشه، گیاه طبیعی باشه یا مثلا دکوره باشه که بچه مایه بتونن قایم بشن و اینا شکمشون باد میکنه، بعد یه مدتی سیاه مثلا مال گوپی سیاه میشه و بعد و ماده بعد 30 روز بچهای زنده رو به دنیا میاره و بچه هم تا به دنیا میان شنای آزاد دارن، یک کیسه زرد دارن تا 3 روز از اون تغذیه میکنن، ولی نکتهش اینه که خود پدر مادر بچه‌ها رو میخورن، پس باید یه زایشگاه باشه یا آکواریوم انقدر شلوغ باشه دکورش که بچه‌ها بتونن قایم بشن. پس اینا ساده ترین انتخابی که شما میتونی داشته باشی و تقریبا همتون هم اینو میدونید. ولی ماهیای بعدی که میخوام بگم ماهی هستن که شاید خیلیاتون دوستش باشه تکثیر کنید ولی سمتش نرفتید. ماهی بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم چند تا ماهی هستن، یعنی یه دونه ماهی نیستش، چند تا ماهی هستن که همشون رنج سختی تکثیر یکسان دارن و عملا آسونه ولی خب همشون تقریبا تو یک استایل تکثیر میشن. اولیش جوئل هستش که استیکلید دریاچه ویکتوریاه، دومیش کربنسیس هستش که اونم بازم سیکلید آفریقایی هستش، سومیش ماهی انجل هستش که جزء سیکلیدهای آمریکایی حساب میشه، چهارمیش سیکلیدهای مالاوی هستن. حالا اینا چطوری تکثیر میشن؟ تقریبا تو یه رنج سختی تکثیر دارن و مثلا جوئل شما یه نرم ماده داشته باشی اینا خودشون قلمرو درست میکنن، توی جای صاف تخم گذاری میکنن، از تخم حمایت میکنن تا زمانی که تخم هچ بشه و تخما رو یه گوشه بچه‌ها رو ازشون نگهداری می‌کنن و یکم بچه بزرگ شدن دیگه شما باید عرضم به خدمتتون که ترجیحاً نرم ماده رو جدا کنی که بچه‌ها مثلا بدون هیچ خطری بمونن، چون اکثر اینا این حتی اینا که پرنتینگ دارن، یعنی مثلا مایه‌ای هستن که بچه‌ها نگهداری می‌کنن مثلا دیسک است، اینا هم حتی اگه استرس شدید بهشون وارد شه امکان داره بچه‌ها رو بخورن، پس ترجیحاً جدا کنید بهتر هستش. بعدش که بهتون گفتم ماهی کربنسیس، کربنسیس هم دقیقاً به همین صورت هستش، یعنی کربنسیس هم همین روالو داره و شما فقط کافی نرم ماده رو تشخیص بدید کنار هم دیگه باشن، همینطوری قدم روشون رو حفظ میکنن، تخم میزنن و به اونم بچه ها در میان. آنجل فیش هم باز هم دقیقاً همینطور هستش، آنجل هم دقیقاً به همین روال ماده لول میزنه، توی جای صاف تخم میذاره و حتی اونها هم بچه ها نگهداری میکنن، ولی میگم اگه تحت استرس شدید باشن امکان داره بچه ها رو بخورن. حالا شما هر کدوم از این ماهی ها رو که
دوست داری تکثیر کنی دیگه اطلاعات بیشترش رو توی نت، یا اگه من بازم ویدیو گذاشتم در مورد اونها میتونید ببینید، ولی تو نت اکثرا تکثیراشون خیلی به صورت کامل هستش که میتونید برید دانلودش تحقیق کنید و اگه بخواید تکثیر کنید این کارو انجام بدید. من فقط دارم مثلا بهتون میگم این ماهیا آسونه، شما میتونید برید سمتش و حالا بخوام دقیق در مورد تکثیر هر کدوم صحبت کنم ویدیوهای جداگونه میشه که اونم حالا به وقتش در مورد اونم صحبت میکنیم. سری بعدی از ماهی هم که بهتون گفتم ماهی کلا سیکلیدهای مالاوی هستن، که سیکلیدهای مالاوی یه تفاوت جزئی دارن که اینا توی گله زمانی که مثلا تخم‌گذاری انجام میشه، اینا خب دیدی که نر روی دومشی حالت زرد زرد داره معمولا و روالشون به این صورتی که ماده تخم میذاره، تخم رو داخل دهنش میکنه، یعنی روی زمین همه جمع میکنه و نرم موقع تخم گذاری اون براقیت روی دومش بیشتر میشه که جلب توجه کنه برای ماده، که ماده فهم کنه اون دونه هایی که روی باله های نر هستن هم تخم هم و میخواد بره اونا رو ورداره داخل دهنش نگهداری کنه، که نر از این فرصت استفاده میکنه و اسپرمو رها میکنه که تخم ها داخل دهن ماده هش بشن، یعنی بارور بشن و هش بشن. بعد ماده تا یه مدت تو دهنش نگهداری میکنه، دقت کن اینجا دهنش قشنگ باد میکنه و بعد این مدت هم که ماهی بزرگ شدن رهاشون میکنه داخل آب، که این دیگه باید 100% بچه ها رو جدا کنی، یعنی یه جایی باشه که ماده رو میگیری با یه خلادن نشو با میکنی تکون میدی و بچه ها میریزن بیرون و ازشون نگهداری میکنه. مالاوی خیلی راحت، یعنی همه اینا که بهتون گفتم تقریبا یه روال خیلی ساده دارن که خیلی هم به صورت اتفاقی تا حالا اینا رو تکثیر کردن و هیچ مشکلی هم نداشتن، کسی که اصلا نمیخواستن تکثیر کنن فقط داشتن ولی تکثیر شده. ماهی بعدی که خیلی راحت میشه تکثیرش کرد بتاها هستن، که بتاها یک کم چالشش سخت‌تره، چون باید شما یه سری اعمال انجام بدید، چون نر و ماده همدیگر رو میزنن، معمولا ماهی فایتر نر رو با ماده کنار هم با یه توی محفظه که به هم دسترسی نداشته باشن میذارن، اینا با هم آشتاشن گارد بگیرن ال کنن بل کنن، بعد زمانی که حالا نر حباب میسازه میان اینا رو جدا میکنن، تخم‌گذاری انجام میشه دوباره از هم دیگه اینا رو جدا، یعنی اول بعد اینکه تخم‌گذاری انجام شد دوباره اینا رو از هم دیگه جدا میکنن و ماده داخل همون حباب تخم‌گذاری انجام میده، حبابی که ایجاد شده داخل آکواریوم یا حالا اون محفظه‌ای که دارن، و بعد این مدت هم بچه ها هش میشن و باید تغذیهشون کنید. یه چیز کلی در مورد همشون، همه ماهی ها تخم نباید قارچ بگیرن و برای جلوگیری از قارچ گرفتن تخم از داروی متیلن بلو معمولا استفاده میشه که تخم ها قارچ نگیرن و خراب نشن. دوم این که بچه ماهی ها رو باید تغذیه کنید، که اونم یه چالشه که شما میتونید بچه ماهی ها رو با دافنی، با آرتمی های حج شده، با آب سبز، با اینا تغذیهشون کنید، که اینا هم تهیه غذا خودشه چالش هستش که برای همین زمان بره، برای معمولا توی مقیاس های خونگی مثلا شاید اونقدر مثلا صرف نکنه خیلی وقت بذاری بچه ماهی تکثیر کنی، حالا مقیاس های بزرگتر که طرف برای فروش این کار انجام میده خب فرق داره دیگه، حجم زیاد کار انجام میدن و خب صرف هم داره، ولی تو حجم کوچیک معمولا صرف، مگه اینکه عشق باز باشی و بخوای همینطور عشق کنی باشی دیگه. دیسک هستم شاید خیلیاتون بگین آقا جزء ماهی هستش که تکثیرش سخت یا آسونه، نسبتا تکثیر آسونی داره دیسکست، دقیقا مثل آنجله، فقط با این تفاوت که شما نکنید برای دیسکست باید پارامترهای آب رو دقیق تر داشته باشید دیگه، مثلا میزان اسیدی بودن آب، چون خیلی تاثیر داره اینکه مثلا شرایط آب طوری باشه که ماهی بتونه تو اون شرایط میزان تخم بیشتری داشته باشه، تغذیه ماهی چطور باشه، از اون ور داستان درصد هچ بیشتر باشه، هرچی آب نرمتر باشه خب درصد هچ هم امکان داره تو دیسکست بیشتر باشه، و اون حالا نکاتی هستش که حالا من خودم تخصص آنچنان توش ندارم که مثلا انجام ندادم که، ولی تا مطالعاتی که داشتم دیسکست یه مقدار چالش برانگیزتره، ولی بازم جزء مایه هستش که اگه شما یکم تجربه داشته باشی، شرایط آب خوب داشته باشی، همه چیز مناسب باشه، میتونی یه تکثیر موفق داشته باشی. بعد میره تو بحث لاین کردن و اینکه مثلا کدوم نژاد دیسکست و کدوم نژاد بخوره، نمیدونم خط خونیشون و اینجور داستانه که اون دیگه بحث ژنتیکی و پیشرفته است که حالا خیلی با تجربه این کارو میکنن، خیلی با علم این کارو میکنن، ولی خب من حتما پیشکستایی که تکسیکان دیسکست هستن و حرفه این کار انجام میدن میرم و این سوالا رو ازشون میپرسم و به زودی هم ویدیوشو براتون میذارم. گونه بعدی که شما شاید خیلی دوست داشته باشید تکسیرش کنید و تکسیرش هم داخل آکواریوم شدنی هستش، کتفیش ها یعنی پلک های پوزه بوته‌ای و کوریدوراس ها هستن که جفتشون هم قابل تکسیرن، که اینا تو معمولا کتفیش ها به غار نیاز دارن که
یه نر باشه یه ماده جفت بخورن و نرم حالا زورش به ماده برسه به چربش تخمگذاری انجام بشه و بعد تغذیهشون رو انجام بدیم. معمولا مشکلاتی که داره اینا اینه که مثلا بعضی وقتا نر یا ماده مثلا تخم رو از قار میندازن بیرون و اینا مخصوص تو قارن هی دارن بال میزنن که این گردش هوا بین این تخم‌ها باشه و زمانی که از قار میندازن بیرون مثلا اون گردش هوا دیگه بین میره. یه سری چالش این مدلی داره که باید اگر هم انداختن بیرون حالا یه دستگاه درست میکنید که اکسیژن رسانی رو انجام بده به تخما و یه سری شوک‌های دمایی باید بهشون بدید، مثلا کوریدوراس و کتفیش. اینا توی طبیعت زمانی که بارون میاد میشه نشونه فصل جفتگیشونه. پس سیفون کردن آکواریوم میتونه کمک کنه، یا مثلا شما همه شرایط تکثیری ماهی رو داری ولی مثلا تکثیر نمیشه، علتش اینه که نیاز به شوک داره. شما مثلا اگه یه سیفون مثلا 30-40% آب سرد انجام بدی یومین ماهی فرداش تخم می‌ریزن. کوریدوراس یکم راحت‌تره، کوریدوراس اگه جفت خورده باشه، یعنی یکم جفت خوردن شاید داستان داشته باشه، ولی زمانی که جفت خورده روی شیشه تخمشو می‌ریزه و خیلی هم ماهی جذابه که می‌تونی ازش تکثیر کنی و نگهداری کنی. یک تو اون لول آسونا شیرین پای یادم رفت، شیرین پای نئوکاردینا، شیرین پای مثل رچری مثل گلدن لاینا، شیرین پای هستن که برخلاف کاردیناها شیرین پای آسونی هست، یعنی خیلی راحت تکثیر میشن، خیلی راحت میتونید ازشون نگهداری کنید و بچه هم تقریبا یوم احیال همه بچه شیرین داری که من حالا دارم هیان زیادتر و زیادتر میشن. اگه بتونید لاینشون کنید مثلا فقط ردار با هم دیگه بندازید، یه لا با هم دیگه، آبیا با هم دیگه، میتونید حتی برای فروش هم این کار رو انجام بدید، زیاد فضا هم نمیخواد. ولی اگه مثل من همشه با هم دیگه نگهداری میکنید، بچه که میده مناسب فروش نیست چون نژادهای مختلف توشه و معمولا فروشگاه ها اینکه نژاد قاطی باشه رو تهیه نمیکنن. خب رفقا این ویدیو رو تا اینجا داشته باشه، این میشه قسمت یکی از ماهیایی که میشه تو آکواریوم تکثیر کرد. تو قسمت بعدی حالا ماهیای دیگه و با شرایط سخته بیشتر رو بهتون توضیح میدم ماهیایی که قابل تکثیر هستن، یعنی شما اگه سمتشون بریم موفق میشه. خیلی ماهیا مثلا شاید تو آکواریوم قابل تکثیر نباشن و سمتشون رفتن عملا ویست آف تایم دیگه، یعنی مثلا خیلی یا هزینه تکثیرشون خیلی باله، ولی بعضی ماهیا رو میشه تکثیر کرد و خیلی راحت میشه ازشون نگهداری کرد. تو ویدیو بعدی حتما براتون اون هم توضیح میدم، یعنی هی داریم این ویدیو رو ترجیحاً اگه شما خوب لایکش کنید و خوب حمایتش کنید، اگه نظری دارید حتما کامنت کنید، اگه ماهی از قلم افتاده کامنت کنید همش صحبت میکنیم و اینا بدونین که با لایک کردن شما ما این شانس داریم که به درصد بیشتری از مخاطبا نشون داده بشیم و اینطوری ما رو خیلی حمایت می‌کنید. پس لایک رو جدی بگیرید، لایک کنید، فرض اصلا دفش که و یخ.